دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. سعی دارم که از این به بعد برنامه‌هایی که آپلود میکنم یا به صورت زنده پخش میکنم یا اینکه مهمانی رو دعوت میکنم بر اساس اون چهار دسته‌بندی که در برنامه قبلی صحبت کردم اینا رو دسته‌بندی بکنم و به اصطلاح با همین دسته‌بندی‌ها توی یوتیوب ذخیره‌شون بکنم. دسته اول برنامه ها برمیگرده به برنامه هایی که میتوانیم داشته باشیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی اینکه مثلا نظر دوستان رو میپرسیم، نظر کارشناسان رو میپرسیم، نظر احزاب رو میپرسیم و سعی میکنیم که با همدیگه یک برنامه جامعی رو درست بکنیم، ببینیم هم به اصطلاح چکیده فکریه کسانی که دوربر ما هستن، کسانی که باهاشون در ارتباط هستیم. خب بالاخره ما با همه جامعه در ارتباط نیستیم، با اون کسانی که دوربر ما هستن نظرشون رو در رابطه با این قسمت از مبارزات اینجا دسته‌بندی میکنیم. یعنی کسانی که باهاشون صحبت میکنیم، کسانی که باهاشون مشورت میکنیم، ازشون میخوایم که به ما نظرشون رو بدن که چه کاری باید تا مرحله سرنگونی جمهوری اسلامی انجام بدیم. مثلا باید اتحاد داشته باشیم، خب این یک مسئله بدیهیه و مسائل دیگه. حالا دونه دونه میشینیم صحبت میکنیم و نظر میدیم. منم نظر خودم رو در برنامه مختلف اعلام خواهم کرد، یا اینکه حتی در مورد تک تک این برنامه ها شاید برنامه ضبط بکنم، مثلا در مورد فکر خودم رو در مورد رسیدن تا مرحله سرنگونی رو مثلا بیان خواهم کرد. مرحله دوم مرحله سرنگونی هست و اون مرحله سرنگونی رو مثلا با همدیگه میشینیم صحبت خواهیم کرد و راهکار ارائه خواهیم کرد، دوستان نظرشون رو خواهند داد، مشورت خواهیم کرد، پرسش خواهیم کرد و مینویسیم ببینیم برای قسمت سرنگونی چه چیزی رو پیشنهاد میکنن. یعنی آیا اعتصابات سراسری، چون ببینید هدف اساسی این است که با راهی بسیار مسالمت‌آمیز این کار رو انجام بدیم که خونریزی نباشه، هیچ کس در این راه کشته نشه، چون بعد از مرگ کسی آزادی مفهوم ندارد برای اون کس و ما می‌خوایم این آزادی رو به اصطلاح برای همه داشته باشیم و خب اگر قرار باشه کسی کشته بشه، خب اون آزادی برای اون مفهوم پیدا نخواهد کرد. پس نتیجتاً راهی رو می‌خوایم پیدا بکنیم که اصلا درش تلفات نداشته باشیم. مرحله بعدی این است که خب اگر دولتی رو سرنگون کردید، دولت جدید رو میخواید مستقر بکنید، یک دوره گذار باید داشته باشید که از این دولت به دولت بعدی که داریم میریم یه دوره دولت موقتی، یک شورای دولت رهبری، یه چیزی باید در این دوره بالاخره وضعیت زندگی روزمره مردم رو بچرخونه، اقتصاد رو بچرخونه، روابط خارجی رو بچرخونه، دادگاه ها باید کاراشون رو انجام بدن. به هر حال بالاخره خب اگه قرار باشه جرمی صورت بگیره باید نیروی باشه که به اصطلاح حکم بکنه، دادگاهی بکنه و این دوره گذار رو میخوایم ببینیم که به چه شکلی باید برگزار بکنیم. و حالت سوم، حالت چهارم این که حکومت بعدی که سر کار خواهد آمد چه چیزی رو ما میخواهیم. خب هر کس یک چیزی میخواهد، هر حزبی برنامه‌ای داره و می‌خوایم چکیده و مشترکات همه اینها رو جمع بکنیم در یک جا و بخوایم در این رابطه صحبت بکنیم. برای همین دوست داریم که همه دوستان نظر بدن، همه احزابی که باشون در تماس خواهیم بود دوست داریم که نظر بدن و از نظراتشون استفاده خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که این نظرات رو در اینجا ضبط بکنیم و چکیده ای از اینها رو به اصطلاح بنویسیم و این رو به عنوان برنامه کار ارائه بدیم. به هر حال مشکل اساسی از دید من برای این که رو به جلو بریم این است که یک آینده نامشخصی رو داریم تبلیغ میکنیم برای مردم و وقتی که یک چیز نامشخص رو تبلیغ میکنی، حاکمیت میتواند با ایجاد پرسش های عقلی و با ایجاد ترس در بین مردم باعث بشه که حکومت خودش رو ادامه بده و ما باید سعی بکنیم اون مجهول بودن آینده رو به اصطلاح کم بکنیم و بیشتر این رو روشن بکنیم که دیگران هم بتوانند دور یک محور جمع بشن، یعنی همه دور یک چکیده از مشترکات جمع بشیم و سعی بکنیم که این مبارزه رو ادامه بدیم.
من زیاد موافق انقلاب نیستم، چون انقلاب بالاخره باعث میشه که بعد از خودش یک سری خشم انقلابی، یک سری حرکت انقلابی، یک سری فعالیت انقلابی باعث میشه که به سمت رادیکالیسم بره و من زیاد علاقه به این قسمت ندارم و من دوست دارم که شخص خودم دوست دارم که برنامه ها از قبل مشخص شده باشه و بر اساس برنامه پیش بره ملت و سیاست و بر اساس اون کمترین به اصطلاح تلفات، کمترین هزینه رو برای مردم و برای مبارزین به اصطلاح فراهم بکنیم. در هر حالت امیدوارم که شما هم نظرات خودتون رو بنویسید، چه به عنوان فرد، چه به عنوان تشکیلات سیاسی، اگر تشکیلات سیاسی هستید. به دلیل اینکه ما در دو حالت خارج نیست، یا اینکه یک فعال سیاسی هستیم یا یک فعال به اصطلاح در این مبارزه هستیم، یا اینکه در آخر یک شهروند هستیم. در هر حالت باید بتونیم که نظرات خودمون رو شفاف با دیگران در مطرح بکنیم، و یا اینکه حداقل نظرات کسانی رو که میخوان مبارزه دارن میکنن و میخوان آینده ای رو برای ما رقم بزنن، نظرات اونها رو به صورت شفاف ببینیم و تحلیل بکنیم. امیدوارم که در هدفی که داریم به نتیجه برسیم و امیدوارم که شما هم یاری برسانید و کمک بکنید که به این مراحل بریم. حالا برنامه امروز کوتاه خواهد بود و من سعی میکنم که این رو هم در یوتیوب، هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام پخش بکنم. امیدوارم که شما هم زحمت بکشید و پخشش بکنید و اگر براتون امکان پذیر هست کمک بکنید که دیگران هم ببیننش. دست شما درد نکنه. سپاسگزارم. با امید دیدار شما در فردایی آزاد و دموکرات.